إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والإعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبة وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدعب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخط ويوجب الدار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأتماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يتعلموا الإسلام وأن يتفقهوا فيه وأن يعلم بعضهم بعضا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجوا إليهم وتمتاز الشريعة الإسلامية بأنها شريعة عالمية أنزلها الله جل شأنه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغها إلى الناس كافة من عرب وأجم وشرقيين وغربيين على اختلاف مشاربهم وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم فهي شريعة كل أسرة وشريعة كل قبيلة وشريعة كل جماعة وشريعة كل دولة بل هي شريعة العالمية وأحكام الإسلام على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا والآخرة ومن ثم كان لكل عمل دنيوي وجه أخروي فالفعل التعبدي أو المدني أو الجنائي أو الدستوري أو الدولي له أثر مترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب أو إنشاء الحق أو زواله أو توقيع العقوبة أو ترتيب المسؤولية ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر مرتب عليه في الآخرة وهو المثوبة أو العقوبة الأخروية فهي لا تنتهي بفترة زمنية معينة وإنما تمتد من المهد إلى اللحد تدعم باستمرار عقيدة التوحيد عند الإنسان وتدعوه باستمرار تحصيل المزيد من العلم والمعرفة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كما تدعو إلى أعمال البصر والعقل في الكون المادي والعالم الاجتماعي من أجل التقدم في فهمنا وتحقيق حياة الإنسانية أسعد على هذا الكوكب والحياة لا تسير على وتيرة واحدة فهي في تغيير مستمر ولا بد على الإنسان المسلم أن يسائر هذا التطور بل وأن يقوده من خلال إعداد الشباب المؤمن المتعلم المنجز وهنا تبرز أهمية التربية في تزكية النفس وتطهيرها ودعم جانب التقوى ومقاومة جانب الفجور والحفاظ على فطرة الله التي فطر الناس عليها المدارس الدينية مكان التربية الإسلامية سيما دار العلوم العالية القياسية يفتخر بهذا الموقف الغالي
وهذا الحفل بهذا المناسبة نبدأ بتلاوة آيات الكتاب الحكيم نرجو من شيخ القرى وقاري العالم من وطننا الإسلامية الشيخ عبد القدير أميني حفظه الله وبارك في علمه وحفظه وحفظه من جمائل البلايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمن ضل عن
سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن حسابهم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا سلام به روح مطهر و منور مزکا و معلا قریشی و هاشمی مکی و مدنی پیامبر نور و رحمت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و درود و سلام بر آل و اصحاب جلیل القدرش که هر یک مسما به علو و حکمتن رضوان الله تعالی عنهم اجمعین. معزز علماء قدرمن مشایخ شاغل استادان درنو سپنجر قومی مشران شاغل وکیل صاحبان دولتی مسئولین گران و فاضلین و او محصلین و ده علم او ادب خاوندان و ده مرکز او ولایتون سخ شاغل و راغل و ملمنو تر هر سنه مخکی ده گران رسول صلی الله علیه و سلم ده شکلا دک مهربان مزین او مبارک تحفه ستاسو عزیزان و درانه حضور ته وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشریف آوری شما مهمانان نهایت ارجمند که از مرکز و سایر ولایات کشور به این همایش علمی حضور به هم رسانیده اید، صمیمانه خیر مقدم و خوش آمدید عرض می نمایم. حضور سبز شما نشانه ارج نهادن به مقام شامخ علم و علما می باشد و از بارگاه احدیت برای همه شما عاشقان دین خدا اجر و ثواب عظیم می طلبم. نری مننه ده شاقلی قاری صاحب څخه چې د قرآن عظیم الشان په سپېڅلو مبارکو آیتو زموږ نننۍ غونډې پیل کړې. اوس هم بلنه ورکوو د ستر پیغمبر وارث دینی او ملی مشر د مظلومانو د درد درمل زموږ د ټولو افغانانو ویاړ د هرات د ولایت د لودیز زون د علما او د عالی شورا رئیس د قیاسی عالی دارالعلوم او د القیاس د اسلامی پوهنتون بنسټ کښودونکی حضرت شیخ القرآن والحدیث الحاج مولانا صاحب خداداد صالح ته چې دریز مختراشی او خپل عالمانه وینا گرانو حاضرینو ته وړاندې کړي. د جناب شیخ ستراتک پوری نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. ديرو باعزتو وشرافت مندو مباركو علماء الكرامو دليريو دنجدو تخيشي دي پرتمني غندتا متشريف راوري و نور معزز سپینجیری مشران زوانان قاریان و دا کابل سخی راغلی میلمانه شیخ الازهر عطایی صاحب و نور میلمانه چی علماء کرام د نیمروز او فراو بادغیس او غور څخه راغلی دي ګردو حضور ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ما ته د ډیر خوشحالۍ ځای ده چې ستاسې ګرانو په حضور کې پلا خیر مقدم پدیر اخلاص سره وړاندې کوم. علمای عزیز، شیوخ محترم، بزرگان، مشران عقل، وکیل صاحبا، جوانان و قاریان، محافظان ما و همه حاضرانی که در این مجلس حضور دارند، خصوصا میمانهای عزیز ما که از ولایات مختلف در اینجا برای عزت علم، برای احترام علم جمع شدن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، من صحبت طولانی ندارم، میگذارم که از میهمانان خود چیزی بیاموزم. من فقط خیر مقدمی دارم، احترامی دارم حضور شما و این زحمتی کشیدین از راه دور و نزدیک با ما شریک شدیم، یک جهان سپاسگزاری دارم. نکته ای که من یادآور شوم
نشر و پخش و اعزاز علم است، خصوصا در شرایط کنونی که ما و شما قرار داریم که فرهنگای غلط بیگانه در جهان اسلام بالاخص در افغانستان بیداد میکنند. سخت کوشاً بنامای مختلفی که فرهنگ غلط و منحوس خود را جایگزین فرهنگ ناب و تاب اسلامی بسازند. یک واقعیت و حقیقتی است که کفر دشمن اسلام است، به هیچ گاه دوست شده نمیتواند. چی باید کرد که جلوی این فرهنگ غلط نشو نم آن گرفته شود؟ فقط آن چی میتواند ترویج و نشر مدارس دینی است. با کمال تأسف که در دورانهای گذشته تا ببین اکنون دولت مردان ما کم به این مسئله متوجه شدند. در این حالی که افغانستان یک مملکت اسلامی و مذهبی است، بی اسلام و بی علما هیچ جا ممکن نیست که دولت ساخته شود، هیچ جا ممکن نیست. فلهذا آنچی بتواند جلوی فرهنگ غلط را بگیرد علماست، طلباست. اینها میتوانند که جلوی نشر و پخش فرهنگای غلط را بگیرند. خوشحالم که امروز علمای جید کشور ما در هر گوشه و کنار در تأسیس مدارس دینی کوشا هستند و از دولت مردان ما هم آرزوی ما ایست که از مدارس دینی در هر گوشه و کنار که هستند پشتیبانی کنند. لله الحمد در هرات در حوزه غرب علمای عزیز ما سخت تلاش کردند و در تلاش هستند و آرزوی ما این است که در برابر تلاشی بیشتری داشته باشد. دیگر طالب ما سرگردان و لالوان به این طرف و آن طرف نباشد. وقتی که ما زمینه درس برای طلبای خود فراهم سازیم، یقینا که طالب ما دیگر پریشانی، سرگردانی و مسافرت و اینها نخواهد داشت. دارالعلوم علی غیاثیه افتخار دارد که با اشتراک علمای جید، شیوخ حدیث و تفسیر در اینجا جمع شدند و دست به هم دادند و ملت علم دوست ما پشتیبانی کردند و امروز جشن فراغت 1048 نفر را تجلیل میکنند. این رقم است که نشان میدهد زحمتکشی علمای عزیز ما. من از همه علمای عزیز خود در سراسر کشور آرزوی من است که دین با همون شکل واقعی آن به مردم برسانند. علمای ربانی ما در این سه قدم های مثمر بردارند و افغانستان که یک مملکت اسلامی و علمی است و مذهبی است، خصوصا مذهب امام اعظم امام الافخم ابو حنیفه رحمت الله علیه. شما دوستان عزیز
همه در جریان این که عارف نامدار کشور ما خواجه عبدالله انصاری مذهب حنبلی داشت. شما فعلا در هرات چند نفر حنبلی داره؟ بفهمیم که در هرات بغیر از بلکه در حوزه غرب، بلکه در افغانستان بغیر از مذهب حنیفی دیگه مذهبی چلش نداره. و از علمای عزیز ما تقاضای ما در برابر هم این است که برای ترقی این مذهب که علمای سلف صالح ما، علمای پیشتاز ما، علمای گرانقدر ما، سلف صالحین ما، پدران و نیاکان ما به همین را رفتن، امروز ما هم باید اونا را بپیماییم. بار دیگر از تشریف آوری و زحمت کشی همه مهمانان عزیز سپاسگزاری دارم. خداوند در افغانستان عزیز ما صلح و امنیت بیارد که این دو چیز امروز نیاز مبرم جامعه اسلامی افغانستان است. ما بارها گفتم که علما در اینجا علمای جدید کشور ما جمعن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كي أمر در قانون أصولي براي فرضيات است. صلح خصوص در الشرائط فرض است. بر مرد و زن هر کس هر چی میتواند خصوصا پیشوایان و مقتدایان دین ما علمای عزیز ما که در برابر قدم های مثمر بردارند. 40 سال می شود که در افغانستان جوی خون روان است. تا به کی افغان افغان را بکشه؟ این راه حل نیست. راه حل این است که هم ما اتفاق کنیم. با کمال تأسف که نداره اتفاق. همه ما، علمای ما، سیاسین ما، چه در داخل، در خارج، در هر جا که هستن، دست به دست هم بدن، اتفاق کنن، افغانستان را بسازن. بسازن به امید آن روزی که در افغانستان صلح و امنیت پایدار گردد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. علما همواره پیش آهنگ انقلاب و پیام آور زندگی بوده اند و خواهند بود. اذان فجر آنها بانگ آزادی است که عمر شب سیاه به پایان رسیده و صبح صادق دمیده است. آری آری تنین همین بانگ پرقدرت بود که 14 قرن پیش از کوه ابو قبیس جهان را از خواب عمیق 500 سال بیدار ساخت. و امروز نیز این از آن ضامن بیداری انسان و زنده ساختن وجدان بشری است. نری مننه ده هواد تونونیز علمی او سیاسی ستر شخصیت او دلودیز زند علماء او ده علی شورا مشر سخه چه ده علمی ویناو سخه برخمن شو. ده غنده پدی لرکی ده مدرسی خرجبی نامتو او ننگیالی نتویون که قدرمن رور شاقلی عبدالجبار گوهری سخه بخورا درنش بلنور کهو چه دریز مختراشی خبل پخواجه او شایسته آواز زمور ننی محفل لا هم رنگین قی دده تراتت بوری نعره تکبیر. الله اکبر الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کڑمی خوری بیاد رحمت سپینی و زری سولی کڑمی خوری بیاد رحمت سپینی و زری سولی اوز من غم جن کلی ترا شمار وری سولی اوز من غم جن کلی ترا شمار وری سولی کڑمی خوری بیاد رحمت سپینی و زری سولی اوز من غم جن کلی ترا شمار وری سولی اوز من غم جن کلی ترا شمار وری سولی
سولی کاروان کړو خپلواک لر او بر افغانستان کړو خپلواک لر او بر افغانستان کړو ورکی دا دغم تور شپې کړو ورکی دا دغم تور شپې کړو روان روان په دې لار هر افغان کړو روان په دې لار هر افغان کړو با تشکر فراوان از بلبل بستان محمدی که با نشید خویش بر طراوت و شادابی این محفل افزودند.
د غونډې په دې برخه کې بلنه ورکوو سر عالم او معزز شخصیت ښاغلی شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج مولوی صاحب عبدالقیوم حسینی د فراد ولایت د فقهی ټولنې مسؤول او د جامعۃ الهدى مدرسې شیخ الحدیث ته د دریز مختراشی او پخفل عالمانه وینا گرانو حاضرینو ته وړاندې کړي د جناب شیخ تر راتګ پورې نارې تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وصلى اللهم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا للأسود على الأحمر ولا للأحمر على الأسود الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جميع بس بزرگوار و چهره های منور و دانشمند مرکبی از علما و دانشمندان و مفکرین و شخصیت های افغانستان، قبل از همه تحفه مسنونه را به تعبیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما تقدیم می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لحظات مختصری خدمت شما خواهم بود در رابطه به عوامل اختلاف و تفرقه، آثار اختلاف و تفرقه و راه حل آن. تعصبات از خودش عواملی دارد که اینها بر جامعه مسلمان ها عارض شدند، عارضاً این عوامل آمدند و جوامع اسلامی را گرفتار خود ساختند. تفرقه به هر عنوانی که باشد، تفرقه های امروزهی که کارگردانشان و بنیانگذارشان کفارن، به هر جامعهی که وارد صحنه بشود برای مسلمان ها خیلی به بار نمی آورد جز شر و تباهی و بدبختی و سرگردانی. 40 سال است که مملکت ما در چنگال کثیف کفار قرار گرفتند، به انواع و اقسام و به گروه های مختلف ما امت واحد را تقسیم کردند. آثارش را امروز ما مشاهده می کنیم
که اون خوردن سر جوانهای 25 ساله دردی که واقعا غیر قابل تحمل است. لذا برای تمام امت مسلمان، برای تمام مردم افغانستان خصوصا لازم است که بیدار باشند. وا مصیبت، ای مسلمانان، مگر ما را چی شد؟ تا به کی در خواب غفلت؟ چشم بینا را چی شد؟ باید چشمها را بینا کنیم، فکر کنیم. من چند تا از عوامل تکبر، عوامل تفرقه را خدمت شما عرض می کنم، آثارش را و راه حل تفرقه را خدمت شما به اندازه فهم و درک کمی که دارم خدمت شما مطرح می کنم. اولین چیزی که تفرقه آور هست او تکبر و غرور هست. بنیان اختلاف و تفرقه را شیطان گذاشتن، همون شیطانی که بنیانگذار کبر و غرور و منمنیت و خودخواهی هم هست. لذا یکی از اسباب بزرگ اختلاف تکبر و غرور هست. وقتی خدای متعال اعلان میکند انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها برادرن، باز اگر بعضی برادرها بنابر بعضی ملاحظاتی که پیش خودشون مشکل میشه خود را از برادر دیگر برتر بدانه، این همون معنی غرور است و باز اختلاف پیدا می شود. چرا؟ این نهادی است که شیطان لعین در بین جامعه شاندن. هر کس که نهال کبر و غرور را او آبیاری کند، گرفتار اختلاف و گرفتار زد و خورد و جنگ و جنجال هم می شود. دومین چیزی که انسانها را به اختلاف می کشاند او جهل و کمفهمی و درک حقایق و دوری از مفاهیم عالی اسلام هم. مزیادی از فرق و گروه های مسلمان عقایدشان را مطالعه کردم و ردشان را هم مطالعه کردم. وقتی با خود محاکمه صحیح آن را پیش رو گذاشتم و محاکمه صحیح کردم، به من اینطور ثابت شد که دست کثیف شومی در وسط امت مسلمه است، نمیگذارد که یک مسلمان حرف خود را تا به آخر بگوید. به محض اینکه یک حرفی را گفت، چهار تا توی دهانش جا میدهد و بعدش هم پشت سرش تبلیغات را شروع میکند، میزند یک فرقه درست میکند او را و بعد زد و خورد شروع میشود. حالان که قرآن پاک، احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم این تمام مسائل را حل کردند. اختلاف ممدوحی که بین فقهای کرام هست او برای ما نمونه هست. ولی امروز مسلمان ها اختلاف مذموم را دامن می زند. او اینکه نظر به اختلاف های سری قوی، نظر به اختلاف های برداشتی فرقه دیگر را تکفیر می کند و این هم مخالف تمام عقاید اسلامی هست که مسلمان بلند بشود مسلمان دیگر را تکفیر بکند. بدترین مرض مالک در بین جامعه اسلامی این است. سومین چیزی که میتونه باعث اختلاف باشد کینه های شخصی، عقده های شخصی، گرفتن جایگاه های شخصی هست. دوستان بزرگوار، پروردگار عالم برای هر انسان جای نشستن، جای تنفس، اکسیژن، امکانات و ابزارالات لازمه او را فراهم نمودند.
جنجال کجا هست؟ وقتی پروردگار عالم یک انسان را در مقام بلندی قرار میده، مسلمان مقامی دارد، باید من و توی مسلمان به مقام اون مسلمان افتخار کنیم، نه اینکه کینه و بغض به حدی برسد که او را جرح کنیم و به جرح هم او را یلا نکنیم، آخر برخورد فیزیکی و منجر به قتل و قتال بشود. این عقده شخصی هم میتونه یکی از عوامل بزرگ اختلاف باشد. بعضی موقع انسان تصور میکنه اگر من فلان ریاست و منصب و پوست را داشته باشم، اون زیبش و شایستگی برای من داره، برای کسی دیگری ندارد. اگر این پوست و منصب را کسی دیگری گرفت، ولو اینکه شایسته ترم از او باشد، میبینید با او اختلاف میکند، زد و خورد میکند، پور و پاگند میگوید که این در اسلام شایسته نیست و در اسلام ریشه و پایه‌ای ندارد و اسلام چیز پاک و صفایی است و در ذات خود ندارد عیبی. هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. بعضی اوقات هم تمسخرهای سبب اختلاف می شود. انسانی را تمسخر می کنید، خداوند هر آدمی را به جای او عزت داده. انسان کرامت انسانی خود را دارد، ولو اینکه هر انسانی باشد، ولی انسان کرامت یک آدم را از او میگیرد، او را بی عزت میکند، خواسته نخواسته او با انسان اختلاف پیدا میکند. اینها اسبابی بودند که اختلاف آور بودند، اختلاف پیدا میکردند. خوب نگاه کنید آثار بد اختلاف چیست. شاید کسی بگوید اختلاف خوبه، ولی شما آثار بد و مذموم اختلاف را نگاه کنید. اختلاف یعنی وابستگی غیر منطقی. اثر اول اختلاف اینه، وقتی انسان با کسی اختلاف کرد، چهار تا رفیقی پیدا می کنند برای خود که اونها در محبتش غرق باشه، آثار منفی این آدم را نبیند و فقط هر چی میگوید از خوب و بد بشنود و در جامعه جنگ و جنجال و جدال پیدا کند. این یکی از آثار منفی اختلاف و اختلافگرایی هست. دوم، تعصب آتش سوزانی هست که پیوند وحدت و یکدلی، پیوند اخوت و برادری که قرآن اعلان کردن، انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها با هم دیگر برادرن. اما اختلاف اولین اثرش اینه که ریسمان وحدت و اخوت و برادری را از بین مسلمان ها میکند و به دیگر هم گره داده نمی شود. آنگاه که دلها از هم جدا شد، باز پیوند نشود، آنچی که افتاد و شکست دلها می شکند و با هم دیگر عداوت و بغض پیدا می کند. زیادی از دوستی ها به سبب اختلاف مبدل به دشمنی، به کینه و به بغض و به حسادت و به تخریب هم دیگر منجر می شود. اگر ما نظری بر تاریخ امتان گذشته بیندازیم، کتاب های آسمانی تمام امت را به اخوت دستور دادند، ولی اگر ما نگاه کنیم امت های گذشته را، تاریخ یهود، تاریخ مسیحی ها را نگاه کنیم، همین اختلاف بودند که در بینشان پیدا شدند. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اینا همه قائل به این شدند که گروهی یهود بر هیچ چیزی نیست و یهودی ها اعلان کردند که مسیحی ها بر هیچ چیزی نیست.
پنجمین اثر اختلاف، همیشه انسانی که گرفتار اختلاف هست او گرفتار رنج و درد و مریضی و بالاخره زد و خورد و دویدن و بالاخره مشکلات را تحمل کردن است. تعصب گاهی موقعی میبینیم از کنترل انسان را خارج میکند. انسان شریفی هست میبینید که از دهانش چیزهایی بیرون میشود که واقعا مخالف قرآن و مخالف اسلام و مخالف دین هست. حالا چه چاره؟ حالا چه کار کنیم که این اختلاف و این تعصب که امروز حلقوم ما را فشار میدهد، این تعصب که امروز مسلمان های یکی دیگر را تکفیر می کند، این تعصب که به حدی رسیده که از مسلمان علیه مسلمان دیگه اقدام به مرگ می کنه، باز باید چه کار کرد که از این مرض مهلک نجات پیدا کند؟ اول آگاهی از علم و دانش، فهم کامل. تو را علم در دین و دنیا تمام، که کاری تو از علم گیرد نظام. خردمند باشد طلبگار علم که گرم است پیوسته بازار علم، اون علمی که سرتاج همه کارها هست، سبب کامیابی دنیا و آخرت انسان است. بیاید مسلمان ها او علم را بگیرد. پی علم چون شمع باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت. بیاییم خود را به پای مدارس دینی، خود را به حلقه درس علمای ربانی، دانشمندان، فهمیده ها بیندازیم و از اونها چیزی بیاموزیم، تا اینکه خصلت رذیله جهل که سبب اختلاف است از ما دور بشود و به جایش ملکه فاضله اخوت اسلامی که سرچشمه همه کامیابی ها است برای ما بیاید. دوم، درک صحیح از مفاهیم قرآن و سنت. قرآن پر از محبته، اسلام پر از محبته، شریعت پر از محبته. شما نگاه کنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر اخوت اسلامی بین صحابه کرام انداختن. و کنتم اعداء فألف بین قلوبكم، شما دشمنا بودی با هم دیگر ولی خداوند بین دلهای شما برادری انداخت. بیایید روح اصلی شریعت غرای محمدی را بدانیم که او اخوت آور است، مشکلات مشکل کشا است و ریشه اختلاف را از ته قلبها می کشد. سومین تمام شد. سومین چیزی که انسان را از اختلاف نجات میده، دوستان خوب توجه کنه، جمع خیلی با سعادتی است، میدانم اکثر شما از من فهمیده ترید، خطابم بیشترن به جان هاست. سعی صدر. آنچه مهمه اینه که انسان باید سعی صدر داشته باشد. سعی صدر یعنی چی؟ دیگر پذیری داشته باشد. انسان به دیگران هم حق صحبت بدهد. گاهی سر منبر بیستد بگوید و لحظاتی را هم پای منبر بنشیند، گوش بگیرد، از صحبت‌های دیگران هم استفاده کند. گاهی پشت میز استادی نشسته باشد، گاهی هم زانوی تلمذ را خم کند، گاهی بر مسند عزت و بلندی نشسته باشد که از فن خود صحبت کند، گاهی هم در پایین‌تر نشسته باشد از فنون دیگران استفاده کند. سعی صدر یعنی دیگر پذیری. یعنی به طور خلاصه واضح بگویم، عالم هم باید از یک انجینر و مهندس چیزهایی را یاد بگیرد، از یک ریاضیدان باید چیزهایی را یاد بگیرد، از یک طبیب باید چیزهایی را یاد بگیرد، همونطور دوستان باید از علما علم شریعت را یاد بگیرد، هم دیگر پذیری کند، بالاخره جایگاه به دیگران قائل باشد، اونگاه میآید اخوت و برادری و برابری در بین امت مسلمه. بار دیگر
بنده اصالتا از جانب خودم و نیابتا